ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. نقض شدید حقوق بشر در رژیم آخوندی موضوع یک استماع در کمیته حقوق بشر کنگره آمریکا بوده است. به گزارشی در این رابطه توجه فرمایید. خانم روز لیتینن نماینده کنگره آمریکا و رئیس زیرکمیته خاورمیانه و شمال آفریقا در استماعی در کنگره آمریکا گفت اعدام ها در ایران تنها از ماه اوت به این طرف به 300 مورد رسیده است. او گفت روحانی قول دولتی مسامحه کار داده بود ولی به کلی شکست خورده است. خانم روز لیتینن که استماعی را در 12 دسامبر در خصوص پیگرد و به بند کشیده شدن کشیش ایرانی تبار آمریکایی توسط رژیم ایران به طور مشترک با نماینده کنگره کریس اسمیت ریاست می کرد افزود رژیم ایران به آزادی ها احترام نمی گذارد و زندانی شدن این کشیش یک پدیده منحصر به فرد نیست و حاکی از خصومت رژیم ایران با اقلیت های مذهبی دارد. بعضی دیگر از نمایندگان گفتند که گفتگو بین آمریکا و رژیم ایران باید احترام به حقوق بشر و رعایت آن را نیز شامل شود. نماینده تد دویچ گفت رژیم ایران مبانی حقوق بشر را به ستیز گرفته است. او تأکید کرد که در عین حال که توافق اتمی خیلی مهم است، اما نباید حمایت ما از حقوق بشر را تحت شعاع قرار دهد. نماینده استیو چابوت گفت رژیم ایران بایستی عملکردی مطابق با دنیای متمدن امروزی را برگزیند و از استانداردها و توافقنامه‌های بین المللی حقوق بشر تبعیت کند. تشخیمان رژیم آخوندی 9 زندانی را در زندانهای دیزل آباد کرمانشاه و زندان مرکزی ارومیه به دار آویختند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده رژیم ضد بشری آخوندی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 4 و 5 دی ماه جاری 5 زندانی را در زندان دیزل آباد کرمانشاه به دار آویخت. روز چهارشنبه 3 زندانی و روز پنجشنبه 2 زندانی حلق‌آویز شدند. رژیم آخوندی از اعلام اسامی و هویت اعدام شدگان در رسانه‌های حکومتی خود خودداری کرده است. تشخیمان خامنه‌ای همچنین 4 زندانی را در زندان مرکزی ارومیه به دار آویختند. روز چهارشنبه 4 دی ماه 6 زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند که سحرگاه روز پنجشنبه 4 تن از آنان توسط تشخیمان رژیم در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. به گزارش رویتر، کارشناسان کشورهای 5 به علاوه 1 مذاکرات کارشناسی را با رژیم ایران بر سر چگونگی اجرای قرارداد ژنو از سر می‌گیرند. تا به حال 2 دور مذاکرات کارشناسی با رژیم ایران انجام شده است و هنوز به نتایج مشخصی نرسیده است. در همین رابطه رویتر می‌نویسد از جمله مسائل کلیدی این است که کشورهای غربی چه اطلاعاتی باید پیشاپیش از رژیم ایران دریافت کنند تا بعد از بررسی و راستی آزمایی آن را تایید کنند که رژیم ایران مقصود این کشورها را در این توافق به جا می آورد تا اینکه تحریم‌ها را بردارند. خبرگزاری فرانسه در خصوص مذاکرات پیش رو می نویسد یکی از نگرانی‌های کشورهای غربی راکتور آب سنگین عراق است که می تواند پلوتونیوم ضروری را برای ساخت بمب اتمی تولید کند. در همین حال تعدادی از قانونگذاران آمریکایی لایحه جدید تحریم ها را ارائه کردند که در صورت عدم پایبندی رژیم به توافق ژنو منجر به کاهش صادرات نفت و مجازات هایی را به دنبال خواهد داشت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم آخوندی درباره عقب نشینی ها و خوردن زهر اتمی گفت در شرایط موجود توافق ژنو نمیتوانست مطلوب نظر و آرمانی باشد. اگر در شرایط مهیا و بهتری قرار داشتیم این توافق میتوانست به شکل بهتری صورت گیرد. وی اذعان کرد که توافق ذلتبار اتمی توسط بالاترین مقام های رژیم تصمیم گیری میشود و گفت کمیته از مسئولان نهادها و ارگانهای مختلف وجود دارد که کلیات توافق و مذاکرات در آن مورد بحث قرار می‌گیرد و پس از آن موارد برای اجرا در اختیار مذاکره کنندگان
قرار می‌گیرد. شماری از نمایندگان مجلس ارتجاء طرحی برای افزایش تعداد سانتریفیوژ به مجلس ارتجاء ارائه کردند. به نوشته رسانه‌های حکومتی، این طرح به دنبال ارائه طرح الزام دولت به غنی‌سازی 60% با امضای 100 تن از نمایندگان مجلس ارتجاء پیگیری می‌شود. خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه. بنا به گزارشات اپوزیسیون سوریه، رزمندگان ارتش آزادی سوریه دروازه ورودی فرودگاه نظامی دیر الزور را به تصرف خود درآوردند و پس از پیشروی به داخل یکی از آشیانهای آن را منهدم کردند. رزمندگان تعدادی از خودروها و ماشین‌آلات رژیم اسد را به غنیمت گرفتند. رزمندگان ارتش آزادی سوریه روستای الجفره در مجاورت فرودگاه نظامی دیر الزور را به تصرف خود درآوردند. رزمندگان همچنین تعدادی از شبه نظامیان اسد را به اسارت درآوردند و تعداد زیادی تانک و مقادیر زیادی مهمات از آنها به غنیمت گرفتند. بنابر گزارش تلویزیون الجزیره، در بمباران امروز در محله طریق الباب در حلب 30 تن کشته و زخمی شدند. هیئت عمومی انقلاب سوریه میگوید بمباران مناطق مسکونی و تجاری باعث تخریب منازل و مغازه‌های مردم گردید. از طرف دیگر گردان‌های ارتش آزادی سوریه امروز با خمپاره شعبه امنیت نظامی محله فرغان در حلب را هدف قرار دادند. مردم سوریه روز جمعه تظاهراتی با نام بشکه‌های مرگ و اجازه‌های بین‌المللی علیه دیکتاتور خونریز سوریه برگزار کردند. به گزارش تلویزیون اورینت، این تظاهرات برای محکوم کردن سکوت بین‌المللی در مقابل کشتار مردم سوریه با بشکه‌های انفجاری به خصوص در شهر حلب و حومه آن بود. و آخرین خبر این ساعت، به نوشته روزنامه لومون، قتل محمد شطاح مشاور نخست وزیر پیشین لبنان تنها 3 هفته قبل از گشایش دادگاه قاتلین رفیع حریری در لاهه به وقوع پیوست. در این دادگاه قرار است 5 تن از متهمین به قتل رفیع حریری متعلق به حزب الشیطان غیابی محاکمه شوند. لومون نوشت نحوه قتل محمد شطاح وزیر سابق و مشاور اصلی سعد حریری در روز جمعه 27 دسامبر این را به ذهن متبادر می کند که او را همان کسی کشته است که رفیع حریری را. لوموند افزود محمد شطاح کمی قبل از مرگش نوشت حتی اگر دادگاه مخصوص برای لبنان در لاهه به علت تنش‌های شدید سوریه تحت شعاع قرار بگیرد و در سطح کم اهمیت‌تری مطرح شود، اما صرف پوشش رسانه‌ای این دادگاه برای حزب الشیطان بسیار منفی خواهد بود و از اینجاست که حزب الشیطان هم که هم پیمان با بشار اسد میباشد متهم به قتل شطاح میشود. محمد شطاح 1 ساعت قبل از مرگ خود در توییتر نوشت که حزب الشیطان میخواهد همان کنترلی را که در لبنان اعمال میکند همان را در سوریه نیز اعمال کند. شورای ملی سوریه در بیانیه اعلام کرد رژیم دیکتاتور سوریه و رژیم ایران و حزب الشیطان پشت ترور محمد شطاح قرار دارند. دیدندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان میرسد. تا بخش بعدی خبر همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.